در اینجا یه مسئله تو این مدرسه در کنار درس جالب هست که ما که وارد مدرسه شدیم دیدیم که یه مستخدمی، من شخصا مشاهده کردم یه مستخدم که جارو میکشید راه روره و نظافت میکرد و این ترتیبی داده بود که اون راه روی نظافت بکنند و اتاقهای نظافت کنند که ولیعت هم در همون راه رو و اتاقش در همون راه رو واقع شده بود که هم راه رو نظافت کنه و هم اتاق اوره. این آدم به نام ارنست پرون است، یک نفر سوئیسی در حدی که برای من مقدور بود، یعنی اون که خودش میگفت که مسلسل هم سعی بود و سایرین که این سوئیسی است، فامیلیش هم در سوئیس بودند. بعد ضمن صحبت هایی که خودش میکرد میگفت که حدود 4-5 ماه قبل به این مدرسه تقاضای استخدام داده و قبول کردند، اما خیلی مدت نگذشت که این همین ارنست پرون دائما در اتاق ولیعهد هست. به محض اینکه کار نظافت کاریش و اینها تمام میشد و اونجا خوالات گاهی هم من میرفتم که ببینم چه موضوعی موجب شده که این مورد توجه واقع بشه. بیام این آدم که نظافت کار هست، این آدم در شعر و ادبیات و فلسفه و اینطور مسائل در سطح خیلی بالا اطلاعات داره، در رمان نویسی و قرائت رمان، نحوه بیان جملات اینها. و این ولیعهد بیشتر جذب اون رمان شده بود، رمان هایی که این انتخاب میکرد و با اون سبک خاص گیرنده برای این قرائت میکرد و هر شب میگو باید از فلان ساعت بیایی و برای من فلان رمان رو قرائت بکنیم. او دیگه براش زمان مطرح نبود، هر موقع که بیکار میشد میامد در اتاق محمد رضا. خب من هم میدیدم که تنها نیست، ولی تنها نیست، من هم مزاحمش نمیشدم، گونه اون یه نفر هست پریش باش صحبت بکنه. گاهی هم خب شرکت میکردم، اما از چیزایی که او قرائت میکرد و من زیاد علاقهی به اون مسائل نداشتم، چند دقیقه میموندم و ترجمه کردم. و شعر هم خودش هم شعرم میگفت، شعرهای خوب و قابل قبول، شاید در رده شعرهای متوسط، نمیگم شعرهای رده بالا، که خیرم در رده شعرهای متوسط. این ادامه داشت این رفاقت تا سال 50 و از کنم تا سالی که 1115 که آمدیم به تهران ادامه داشت. بعد به او ولیعهد به او گفته بود که وقتی من به تهران رفتم از پدرم خواهم خواست
و مصرم که تو به ایران بیایی با من باشی. او هم خیلی خوشحال از این جریان ولی در اون در سوئیس و تا زمان مراجعه من برام مقدور نبود، نه در سطح گنجایش فکری من بود اصلا بدونم این قضیه ارنست پرون چیست، برای چی اینجا گذاشته شده، این کار که منطبق با معلومات اون نیست. از این چی این مسائل البته برام مطرح بود اما چیز دیگه نمیتونستم بدونم. بعد اینجا مسئله خود مدیر مدرسه هم مطرح میشه که قبول کرده که چنین آدمی با این معلومات مزاوتکار باشه و راه پیدا کنه. مدیر هم مدیر مدرسه فرد سیاسی بود، زن امریکایی داشت، خودش هم ارتباطاتی استنباط میکنه از صحبتهاش که با انگلیس ها روابط خوبی داره در حد خوده، در حد شغلیش. این حدوده بود که من در اونجا متوجه شدم. در مورد ارنست پرون باید بیانم ارسون برسم که آمدیم که تهران با پدرش صحبت کرد، با رضا خان صحبت کرد که این ارنست پرون باید اجازه بدید بیاد ایران. با اکراه رضا خان جواب داد نه مصلحت نیست و اگر میخوای کمک بکنی کمک مالی بکن به او اگر وضعش بد هست. چون زیاد اصرار کرد و خب رضا خان هم در مقابل تقاضاهای ولیعت زیاد مقاومت نمی کرد، نقطه ضعف در مقابل او داشت که بی اکراهی احتمالاً پیدا بشه بین ولیعت و رضا خان. گفت اگه اصرار داری بیاد. گفت بله اصرار دارم. این آمد ایران و بعد رضا خان البته میپرسید که این ارنست پرون توی ساختمان ولیعت هست یا نیست. اگه میگفتن هست نمیامد اون ساختمان، نمیخواست با این مواجه بشه. و بعد هم به ولیعت گفته بود که این اگر من تو باغ نزدیک های خودم ببینم طوری میزنمش که ممکنه سالم جان سالم به در نبرد. خب مسئله به خود ولیت به خود ارنست پرون گفت، گفت من تلاش میکنم که از یک کیلومتری دو کیلومتری عبور بکنم. در حال یک بار اشتباه کرده بود پرون که توی کاخ توی با سعدآباد، چون رضا خان معمولا محل قدم زدنش مشخص بود، این اشتباهی کرده بود. اون محلش رو در اون روز خب میخواست در یه سمت دیگری حرکت بکنه، نزدیک میشه به این، شاید مثلا در 100 متری بلا. بعد دنبالش میکنه که بزنتش با عصا و اینها، دنبال پیرو میکنه. اون خب جوان بوده، جوان بود در اون موقع، فرار میکنه.
بعد یه موقع بلیل از اینطوری که خود بلیل به من نقل قول خودش شخصا گفت، من از هم پرسیدم که این با این ارنست برون چه دشمنی خاصی هست که این ترتیب رفتار دارید؟ گفت این جاسوس مشخص مسجل مسلم انگلیس هست، تردیدی هم نداشته باش که این چنین است. و من خوشم نمیاد که تو خانه من یه جاسوس انگلیس باشه. البته خب فراوان بودن و شاید همه بودن، اما خب نه علنی، یا نمیتونست، رضا خان نمیدونست، این رو میدونست. حالا از کجا گزارش داده بودن، کجا بهش اطلاع داده بودن، اون رو دیگه تکرار نکرد. بعد از مدتی یک سال گذشت، گفت من اصلا تحمل این فرد ندارم و ردش کنید به سوئیس. رضا خان گفت به ولیعهد که ردش کنید به سوئیس. حالا اگر بعد اصرار باز ولیعهد شروع شد، گفت خیلی خوب بره در رامسر، اونجا ما دستور میدم که، رضا خان گفت دستور میدم که اونجا تزیینات باغ و اینها رو واگذار کنن به این شخص و حقوقی هم دریافت کنن، بره اصلا اونجا دیگه اینجا پیداش نشه. و فرستادنش، ولی اصلا مجبور شد، به اجبار پذیرفت. خب امر هم بود و اعزام شد به رامسر. ولی خب اون با اون ترتیباتی که میسر بود، هر 15 روز یه بار خودش رو میرسوند، ولی خب در خفا. البته در خفا، ولی خب رضا خان که در خفا نمیتونست باشه، اون از اون نگهبان گرفته تا اتاقدار و فلان اینها. خب از طرق مسئول مربوطه بهش گزارش میدادن، اون یه چیزی اکثر اول نشون نمیداد، تا اینکه این جریان شهریور 1320 اتفاق افتاد که این هم همون ادامه، ارنست برون هم در همون شمال وظیفش باغداری بود، سلیقه‌ای هم داشت در این زمینه. تا اینکه رضا خان خب ایران رو ترک کرد. به محض اینکه رضا خان ایران رو ترک کرد، این دیگه رسپران دیگه هیچ گونه محدودیتی نداشت و آمد نزدیک کرد خودش رو، و خیلی نزدیک، دائما در ساعت فراغت همراه ولیعهد بود و من هم بودم در ساعت فراغت، دائما من هم بودم. ولی او پرون خیلی احترام داشت به من، یعنی خودش میگو من مثل مرعوس تو هستم، از هر حرکتی خوشت نیامد به من بگو. البته این برای جلب رضایت من بود و شاید احتیاج نداشت به این جلب رضایت من، ولی خب عمل میکرد. خیلی سریع متوجه شدم که این در صحبت‌هایی که گاهی تنها گاهی همراه من با محمد رضا میکند، یکی شاه شده بود، میشد گفت که اکثر مواردش
مربوط میشد به نظرات انگلیس ها و خیلی واضح هم میگفت که به خود من میگفت، اصلا بیشتر جزئیات رو به من میگفت تا به محمد رضا شاه، که بیاناتش اینطور بود که بله من روزانه به سفارت مراجعه میکنم و خوب نظراتی دارند، نظراتشون هم باید اجرا شود. و از طریق بهترین راه من همین راهیست که انتخاب کردم، از طریق خود محمد رضا شاه.